گفتگوهای صلح همزمان با افزایش خشونت‌ها همواره از سوی مقام‌های حکومت افغانستان با انتقادهای جدی روبرو شده. این بار هم مشاور شورای امنیت ملی این کشور طالبان را به علت افزایش خشونت‌ها سخت انتقاد می‌کند و به نیروهای امنیتی این کشور دستور می‌دهد تا به حمله‌های آنان پاسخ جدی بدهند. ما در میز مذاکره می‌مانیم، ولی اگر طالب جنگ در افغانستان دوام می‌ده، ما ناگزیر هستیم که از مردم خود، از کشور خود دفاع کنیم. ظاهراً حکومت افغانستان به علت تعهد شکنی گروه طالبان و پیشنهاد آتش بس در گام نخست از بررسی توافقنامه امریکا و گروه طالبان از سوی حکومت تازه ایالات متحده امریکا استقبال می کند. اما درباره ادامه کار خلیلزاد، نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان، خاموشی اختیار کرده است. این ارزیابی میتونه در دو هفته آینده یا سه هفته آینده یک فشار جدیدی را بر دو جناح بحث بین الافغانی وارد بسازه و بالاخره این بحث به یک نتیجه برسانه. خلیلزاد یک مجری سیاست امریکاست برای افغانستان و حالا سرنوشتشان به یک تویت بند نیست مثل سابق. سیاست هم هست یک هنر واقع‌بینی. CNN گزارش داده که جو بایدن رئیس جمهور تازه ایالات متحده امریکا ادامه کار زلمه خلیلزاد را به حیث نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان حفظ خواهد کرد. برخی از کارشناسان در کابل نقش آقای خلیلزاد را در این گفتگوها اثرگذار می دانند. خلیلزاد په یک کار که وارد سویدی، بلد سویدی، هر چوک که واردی په یک کار که آقا کار جر سر ترسیبی و پشت طریقه سر ترسیبی. منابع میگویند که اختلاف ها میان زلمه خلیلزاد و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سبب شدند تا دیدار هر دو طرف در آخرین سفر آقای خلیلزاد به کابل انجام نشود. فراموش نکنیم که آقای جو بایدن همانند آقای ترامپ به آقای خلیلزاد صلاحیت آنچنانی نمیده که فرآیند صلح افغانستان را به گونه یک جانبه به نفع طالبان به سرانجام برساند و این خودش به نحوی سبب خواهد شد که از یک طرف دست آقای خلیلزاد در فرآیند صلح افغانستان محدود شود و از طرف دیگر رضایت حکومت افغانستان به نحوی توسط ایالات متحده آمریکا کسب شود. کندی گفتگوهای صلح از یک سو، افزایش خشونت ها و قتل های هدفمند از سوی دیگر نگرانی های زیادی را به میان آوردند. امروز نیز کابل شاهد انفجار ماین مغناطیسی بود که در نتیجه آن عبدالله درانی رئیس کمیسیون حل منازعات بانک مرکزی با یک تن دیگر زخم برداشت و نگهبان وی کشته شد. مسئولیت این رویداد را هیچ گروه بر عهده نگرفته است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، کابل.